بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه جنبش صدای زنان افغانستان در پیوند به فرمان جدید طالبان این که صدای زن عورت است. این قانون که روز چهارشنبه 30 اسد به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابلاغ کردیدند، بسیاری از جنبه های زندگی مردم افغانستان به خصوص زنان را در بر می گیرد. در این قانون آمده است که صدای زن حتی اگر خواندن قرآن هم باشد مخالف شرع اسلام و ممنوع است، در حالی که حضور زن در اسلام هیچ مشکل را به وجود نمی آورد و او از همان مقام برخوردار است که توسط دین او یعنی اسلام به او عطا شده است. زن در اسلام به عنوان شریک مساوی و کامل مرد در تولید نسل بشر به رسمیت شناخته می شود. مرد پدر و زن مادر است. زن در دنبال کردن آموزش و یافتن دانش با مرد برابر است. هنگامی که اسلام طلب علم را بر مسلمانان واجب نمود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشد. زن دارای حق آزادی بیان درست به اندازه مرد است. از قرآن و تاریخ گزارش شده است که زنان نه تنها عقاید خود را آزادانه بیان می کردن، بلکه با پیامبر و سایر رهبران مسلمان بحث کردن و یا در مباحثات جدی شرکت می نمودن. ما از تمامی رهبران ارشد سازمان ملل متحد می خواهیم تا در هر فرصتی به طالبان فشار بیاورند که به حقوق تمام زنان و دختران افغانستان احترام بگذارند.